یک سال یک نگاه، پانزدهم اسفند ماه، حافظ موسوی. حافظ موسوی در پانزدهم اسفند ماه سال 1333 در شهر رودبار گیلان به دنیا آمد. وی در دوره انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای پس از انقلاب از دانشگاه اخراج شد و تحصیل او ناتمام ماند. با آنکه از سن 18 سالگی مطالعه ادبیات و سرودن شعر را آغاز کرده بود، با وقوع انقلاب و جنگ و جو متشنج سیاسی دهه 60 مانند بسیاری از هم نسلانش از شرایط لازم برای تداوم فعالیت ادبی و انتشار اشعار خیش محروم گردید. در اواخر دهه 60 پس از انتشار چندین نشریه مستقل ادبی مانند آدینه، دنیای سخن، گردون و تکاپو به همکاری با آنها پرداخت و تعدادی از اشعار و مقالات خود را منتشر کرد. او در اوایل دهه 70 با جمعی از دوستان شاعر خود یک گروه شعری تشکیل داد و این گروه بعدها به نام شاعران دهه 70 معروف شد. این گروه در شکل گیری و رشد جریان شعر دهه 70 نقش قابل ملاحظه ای داشت. نخستین مجموعه شعر او، دستی به شیشه های مه گرفته دنیا، در سال 1373 منتشر و برنده قلم زرین مجله گردون شد. از دیگر آثار وی میتوان به کتاب‌های سطرهای پنهانی، شعرهای جمهوری و مادیان سیاه اشاره کرد. اینجا خاورمیانه است، ما با زبان تاریخ حرف میزنیم، خوابهای تاریخی میبینیم و بعد با دشنه‌های تاریخی سرهای همدیگر را میبریم. از شام تا حجاز، از حجاز تا بغداد، از بغداد تا قسطنطنیه، از قسطنطنیه تا اصفهان، از اصفهان تا بلخ، بر سرزمین های ما مرده ها حکومت می کنند. اینجا خاورمیانه است و این لکنتک از میان خون ما می گذرد تاریخ است.